برام خدا و بارز سلام به تازه ترین رویدادهای خبری برخواه شمال افغانستان خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم حمل سال 1399 خورشیدی است که برابر می شود به 26 مارس سال 2020 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تلاش پلیس برای کاهش جرمهای جنایی در ولایت بلخ. رهایی مدنین توسط ارگانهای عدلی و قضایی می شود که اونا پیش از اونا قانون است و اونا می توانند که صلاحیت دارن که مدنین رها بکنند که ندر به اون قانون پیش خودشان است. توزیع لوازم بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا از سوی بنیاد کودک در شهر مزار شریف. ما امروز به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برای 300 خانواده نیازمند ما توزیع مواد بهداشتی داریم. و کشته شدن 5 جنگجوی طالب در ولایت فاریاب. مشروع خبرها. فرمانده امنی بلخ هر نوع شایعات در مورد رهایی مجرمین و مظنونین از سوی پلیس را رد می کند. او می گوید در مطابق به قانون پلیس حق رهایی مجرمین را ندارد و در مواردی که چنین اتفاق رخ داده منصوبین پلیس تحت پیگرد قرار گرفته و بازداشت شدند. اجمل فایز فرمانده امنی بلخ می گوید به دلیل برخی موارد که مشخص از آن نام نمی برد از افشای نام مجرمین متکرر و زورمندان خودداری می کند. اجمل فایز فرمانده امنیه بلخ به دنبال افزایش جرم‌های جنایی و گفته‌ها در مورد این که برخی از مجرمین پس از گرفتاری از سوی پلیس رها می‌شوند واکنش نشان می‌دهد. فرمانده امنیه ضمن رد گفته‌ها در مورد رهایی مجرمین تاکید می‌کند که در مطابقت به قانون پلیس حق رهایی مجرمین را ندارند. یک تاپای دیگه که بر ما زده میشن میگن پلیس مجرم رها میکنه. دوستایی که قبلا در ارگانهای امنیتی کار کردن و یا از حقوق از قانون بلد هستن مطالعه دارن، هیچ گاهی پلیس حق نداره که مظنون رها بکنه. در هیچ شرایطی ما شرایطی نداریم که رها بکنیم. از 72 ساعت مربوط ماست، ما کوشش میکنیم در 72 ساعت که دوسیه جا تنظیم کنیم، ولی رهایی مظنونین توسط ارگانهای عدلی و قضایی میشه که اونا پیش از اونا قانون است و اونا میتونن که شرایطی دارن که مظنون رها بکنن که ندار به اون قانون پیش خودشان است. ما هیچ گاهی رها نمیکنیم. هیچ گاهی وقتی که راپور نیم شب و سر شب و پس شب برای اپراسیون ما میرسه، حتی همی قلم کش شده او دیگه کش جرات نمیکنن که او را با بگن رها بکن. فرمانده امنیه بلخ میگوید در مواردی که مجرم از سوی پلیس رها گردیده است، پلیس تحت پایگرد قرار گرفته و بازداشت شدند که همکنون در زندان بسر میبرند. صدها نفر از مسئولین امنیتی ما به ارتباط به قضا فعلا بندی هستند. به این لحاظ می خواهیم که واضح تر بگوییم و شما باید را برای دیگر دفعه برسنید که این تاپر از ما دور کنند که پلیس مظنونین متکرر رها میکنند. هیچ صلاحیتی ما ندارند به خاطر رهایی و اجرات اجرا نمیکنیم که ما مظنون رها بکنیم. اجمل فایز فرمانده امنیه بلخ میپذیرد که موجودیت برخی از موارد مانع افشای نام مجرمین و حامیان آن از سوی پلیس می شود و گفته او به دلیل برخی مواردی که مشخص از آن نام نمی برد از افشای نام مجرمین متکرر و زورمندان خودداری کرده از خبرنگاران معذرت می خواهد. گاهی بعضی گپایی در داخل منطقه ما شما محیط ما شما است که دوستان خبرنگار کوشش می کنند که ما از شخص نام ببریم که این ما نمی تانیم که برای شما واقع همو اصل نام نفر را شما بگیریم، چون شما بهتر میفهمید که در ساحه ما شما در محیط ما شما زقتای است و ایجاب هم نمی کنند که ما در حضور رسانه ها از شخص نام ببریم. بسیار دوستا کوشش میکنند برای ما که شما بگو که نفری کیست، بگو که قتل کی کرده، ولی ایجاب نمی کنند که ما نام شخص را بگیریم. ما از این بخش همیشه از شما مزد میخواهیم. فرمانده امنیه بلخ میگوید شماره 119 پلیس به گونه دوامدار فعال بوده و هر نوع شکایاتی که باشد به گونه جدی از سوی رهبری فرماندهی امنیه بلخ به آن رسیدگی می شود. بنیاد کودک در بلخ روند توزیع لوازم بهداشتی را به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در شهر مزار شریف آغاز کرد. مسئولان در این بنیاد می گویند در این کارزار برای نزدیک به 300 خانواده لوازم بهداشتی در 12 ناحیه شهر مزار شریف توزیع می شود. در همین حال شمار از خانواده هایی که از این بسته ها مستفید شدند با استقبال از آن بر مبارزه جدی علیه ویروس کرونا تاکید می کنند. شیوع ویروس کرونا و ثبت دو واقع مثبت آن در ولایت بلخ
در کنار نگرانی ها در میان شهروندان، زمینه احتکار لوازم بهداشتی را نیز فراهم کرده است. و هم ما در چنین وضعیتی، بنیاد کودک افغانستان در بلخ روند آگاهی دهی و توزیع رایگان مواد بهداشتی را برای خانواده های شهر مزار شریف را اندازی کرده است. مسئولان بنیاد کودک می گویند در این کارزار قرار است به منظور مبارزه با ویروس کرونا برای بیش از 300 خانواده مواد ضد عفونی، دستکش و ماکس توزیع شود. ما امروز به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برای 300 خانواده نیازمند ما توزیع مواد بهداشتی داریم که در مواد بهداشتی بسته مواد بهداشتی ما الکل هست، دستکش هست، ماسک هست، تکه نخی هست، گلیسرین هست و مایه دستشویی هست، ژل دستشویی هست و وایتکس هست و طریقه آموزشش هم که به صورت یک بروشور هست که برای اینا آموزش میتیم و این طرح 9 گروه تقسیم شدیم و در 16 منطقه مزار شریفی تطبیق میشه. خانواده هایی که بسته های کمکی را دریافت کردند از راه اندازی این روند استقبال می کنند. این خانواده ها از تاجران می خواهند که دست از اضافه ستانی برداشته برای پیشگیری از ویروس جهانگیر کرونا شهروندان را کمک کنند. این کمک برای ما خیلی مؤثر میشه به خاطر از اینکه ما امکانات ازیر نداریم که مواد را پیدا بکنیم. فرد مثال با او خاطر خیلی مؤثر تمام شد. باید به نرخ مناسب بفروشند چون وقت کار و بار نیست، کلا تمام دکان ها بسته است، باید به قیمت مناسب بفروشند تا بتونن کل همشهریان ما از استفاده درست کنند. در جریان چند روز اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در بخش های از کشور، شماره از بازارگانان نرخ مواد خوراکی و لوازم بهداشتی را به گونه بی پیشینه افزایش داده بودند. با آنکه مقام های محلی بلخ از ایجاد کمیسیون کنترل نرخ در ولایت بلخ خبر داده بودند، اما دیده می شود که در مارکت های شهر مزار شریف بهای مواد خوراکه و بهداشتی با گذشت هر روز در حال افزایش است که این وضعیت مردم را به گونه جدی نگران ساخته است. ادامه خبرها را پس از یک وقفه کوتاه دنبال کنید. خوش آمدید به ادامه خبرها و نگاه زودگذری داریم و چند رویداد مهم دیگر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید دولت افغانستان و گروه طالبان توافق کردند که روند تبادله زندانیان تا 5 روز دیگر آغاز شود. آقای خلیلزاد افزوده است هر دو طرف توافق کردند که آزادی زندانیان از سوی هر دو جانب از 31 مارچ آغاز خواهد شد و این یک پیشرفت مثبت است. از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در برگه تویتر خود نگاشته است. در کنفرانس ویدیویی فیصله شده است که پروسه تبادله زندانیان در 31 مارچ آغاز شود. دولت افغانستان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. کشته شدن 5 جنگجوی طالب در ولایت فاریاب. خلوردی دوستانوی شاهین در شمال کشور میگوید گروه طالبان روز گذشته بر موقعیت نیروهای امنیتی در ولسوالی های دولت آباد و المار ولایت فاریاب حمله کردند. گفته می شود در نتیجه این درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان، مولوی سعدالدین مشهور و بهیر مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی البار و 4 جنگجوی طالب کشته شدند. خلوردی دوستانوی شاهین افزود بر علاوه کشته شدن 5 جنگجوی طالب، یک نشانزن آنها نیز زخمی شده است، اما تا اکنون طالبان در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. حالا هم یک خبر خارجی. سنای آمریکا یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار برای کاستن از تاثیر شیوع کووید 19 را تصویب کرده است. این طرح شامل پرداخت 1200 دلار به بیشتر بزرگسالان و کمک به کسب و کارهای کوچک برای پرداخت حقوق کارمندان می شود. این طرح که جزئیات کامل آن هنوز روشن نیست، در صورت تصویب نهایی بزرگترین مجموعه محرک اقتصادی در تاریخ آمریکا خواهد بود. سنای آمریکا یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار برای کاستن از تاثیرات شیوع کووید 19 را تصویب کرده است. با این حال منتقدان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تعهد کرده اند که مانع تصویب آن خواهد شد.
بیشتر تیم اسکات، بنسس و لنسی گراهام سناتورهای جمهوری خواه گفتند که این لایحه طور تنظیم شده است که کارمندان را تشویق می کند به جای آن که سر کار بروند، ترجیح دهند بیکار شوند. آنها در بیانیه گفتند اگر این مشکل حل نشود یا دولت اطمینان حاصل نکند که هیچ کس در دوره بیکاری حقوق بیش از حقوق اشتغال نخواهد گرفت، متاسفانه ما مجبوریم با این لایحه مخالفت کنیم. در مقابل سناتور برنی سندرز که برای کسب نامزدی حزب دموکرات تلاش میکند گفت که او هم با این طرح مخالفت خواهد کرد، مگر آنکه این سه سناتور از اعتراض خود به عبارت بخشبندی مربوط به مزایای بیکاری صرف نظر کنند. قرار است این طرح پس از تصویب دو مجلس از سوی دونالد ترامپ به امضا برسد. در همین حال اندر و کومو فرماندار نیویورک این طرح را برای ایالت خود به درد نخور توصیف کرد و 3.8 میلیارد دلار به کمک پیشنهادی آن به نیویورک را قطره در یک سطل آب توصیف کرد. او گفت نیویورک که شاهد بالاترین آمار ابتلا در آمریکاست با 15 میلیارد دلار کسری روبروست و تخمین زد که تاکنون 1 میلیارد دلار در این ایالت خرج مقابله با بحران ویروس کرونا شده است. جزئیات این طرح هنوز در اختیار مجلس نمایندگان گذاشته نشده است. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 75 پول، یک یورو واحد پول اروپا 83 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 90 پول. هزار روپیه هندی 980 افغانی و هزار کلدار پاکستانی 479 افغانی. و پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 10. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. سرپل بارانی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. میمنه نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. فیض‌آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8. طالقان بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8. کندز بارانی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. پلخمری بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9. شبرغان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و ایبک بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.